برادران، مسلمانان، من نعمان ابن بشیر، والی و حاکم شما در کوفه، برای چندمین بار شما را پند و وصیت می کنم از فتنه و تفرقه دوری کنید. چند روزی است که اخباری به گوش می رسد که جز نفاق و اختلاف بوی دیگری نمی دهند. مبادا وسیله ای شوید برای دمیدن در آتش اختلاف بین مسلمین، مبادا ابزاری شوید برای خوشحالی دشمنان اسلام. این تخمکین که امروز در قلب شما در حال جوان زدن است، همان بذری است که مشرکان و دشمنان خدا در هوا پراکندند تا با آن مانع دوستی و اتحاد بین ما مؤمنین شوند. من شما را بر حذر می دارم از ساده لوحی و بازیچه دست کافران بیدین شدن. این وظیفه بر گردن من بود تا شما را مطلع سازم و آتش سوزان جهنم را برایتان یادآور شوم و خشم و غضب خداوند را به خاطرتان بیاورم. دیگر هرچه شود بر گردن خودتان. این دین از گردن من باز شد. غیر از ترس و ضعف هیچ چیز دیگری در سخنان نوما میبینی؟ به خدا قسم که هیچ. ابن سعد، کوفه آبستن فتنه هاست. نومان عوض این که تحکم به خرج دهد، فتنه ها را سرکوب کند، رشته امور را در دست بگیرد، از سر سازش و مهربانی وارد کارزار شده است. من هیچ با آینده کوفه خوشبین نیستم. از دست سوس انسانی چون نومان همکاری بر نمی آید برای بهبود اوضاع. نباید دست روی دست بگذاریم شیخ. باید خلیفه مسلمین را از دسیسه های کوفه مطلع سازیم. شاید ایشان تدبیری بیندیشند برای این آتش خانمان سوز. باشم صحبت کنم نشست. نظر او را هم بپرس. من بر این باورم که باید خودمان وارد محلک شده و دست به جنبانیم، وگرنه فردا روز این جماعت گرسنه و وحشی کوفی لباس هم بر تن ما نمی گذارن. امیر المؤمنین یزید را از بیکفایتی های نومان مطلع سازیم. گفتم اول با شم در این باره صحبت کن، رضایتش را بگیر، سپس نامه ای با تایید و مهر همگی آمان برای شام میفرستیم و یزید را با خبر میکنیم. نمیدانم آخر این قائل چه میشود. نمیدانم شیخ. لازم نیست خدا برایت وحی نازل کند تا از نتیجه این آشوب آگاه شوی. قدری هوش و درایت داشته باشی میفهمی که اگر دیر به جمعیم لاشه ی اوریان من از دروازه کوفه آویزان خواهد شد. آن روز را نیاور، از زبانت را گاز بگیر. شیخ چه میگویی؟ بیشتر درنگ کن تا ببینی خدا آن روز را هم آورده. برخیز و برو پسر زلجوشن را پیدا کنه، کارهایی که گفتم را انجام بده. گفتند که مهمان ناخوانده‌ای وارد کوفه شده. البته که خوانده و ناخوانده مهمان حبیب خداست. مشروط بر آن که آداب مهمان را به جا بیاورد و احترام صاحب خانه را حفظ کند. علی ای حال هنوز گزارشی دال بر خرابکاری و یا تلاش برای برهم زدن احوالات کوفه به ما نرسید. ما هم که بی سبب سر دشمنی با کسی نداریم. کسی که سر جنگ با ما را نداشته باشد، ما هم قطعاً با او سر عداوت و دشمنی نخواهیم داشت. امید که به همین منوال پیش برود و حادثه‌ای رخ ندهد. و در پایان باز شما را دعوت می‌کنم
به برادری و دوستی و کنار گذاشتن اختلافات. و همچنین زنهار می دهم از دامها و تله هایی که دشمنانتان برای برهم زدن آرامش جهان اسلام در مسیرتان پهن کردند. نکند که فریب دسیسه های کافران به خدا و دشمنان رسولش را بخورید. حجت را بر شما تمام کردیم، خلاص. تمامی مواردی که خدمتتان عرض کردیم تنها بخشی کوچک از فتنه زیر خاکستر در کوفه و بی ارزگی و بی کفایتی نعمان حاکم کوفه می باشد. از آنجایی که در این شرایط تحکم، اجبار و صلابت چاره کار است، نماینده شما در کوفه مصالحه و سازش را پیشه کرده. هر مردی اگر تنها ذره ای دلسوزی برای اسلام و مسلمین داشته باشد، نیک می داند که چاره کار تنها دستگیری مسلم ابن عقیل و قال و قام هوادارانش می باشد، چرا که حمایت آنهاست که مسلم و پسر عمویش حسین ابن علی را هوایی کرده و بر سرشان سودای خلافت بر جهان اسلام را انداخته. از این رو ما چاکران امیرالمؤمنین و دلسوزان حکومت وظیفه خود دانسته تا جناب عالی را از تمامی جریانات و امورات کوفه مطلع سازیم تا با درایت و کاردانی خود که کفایت مطلق برای حکومت بر مسلمین را دارید، راهی برای رهایی از این آشوب پیدا کنید. عمرتان طولانی و دراز باد، به داد کوفه برسید. محمد ابن اشعث کندی، عمر ابن سعد ابی وقاص، حجار ابن ابجر، شمر ابن زلجوشن، شیث ابن ربعی و جمع کثیری از ریش سفیدان و بزرگان قبایل کوفه. حسین بالاخره کار خودش را کرد. او به سوی کوفه سفیر فرستاد تا با فرسنگ ها فاصله کنترل امور را به دست بگیرد. بگو چه کنم با این بلوا، بگو چه کنم با این بلوای جدید. چون این حراس و ابراز عجزی اصلا در شأن خلیفه مسلمین جهان نیست. خلیفه مسلمین جهان مگر آدم نیست؟ مگر دشمن ندارد؟ مگر سنگ پیش پای حکومتش نمی اندازند؟ چرا قربانتان گردم، اگر غیر از این بود جای تعجب داشت. شما به کم جایگاهی تکیه نزده اید، شما به کرسی نشسته اید که روزی خداوند متعال آن را به رسولش اعطا کرده و اکنون شما نایب بر حق او هستید. منبر و جایگاهی که اکنون بر آن نشسته اید، پیش از این متبرک به حضور پدرتان معاویه ابن ابو سفیان شده. در طول تمام سالهای خدمتگزاری به ایشان هیچگاه یاد ندارم این چنین ملتهب و عاجز دیده باشم ایشان. آری درست میگویی، اما شاید دلیلش این باشد پدرم مشاوری با درایت و مکاری امر و آس داشت. اما آنچه برای ما به ارث گذاشت، غلامی دهن دریده با زبانی بریده، به جای مشاوره و راهکار زبانش یک سره به تملق و چاپلوسی می جنبد. من کجا با حضرت امرواز کجا؟ البته اگر به غلام و بنده زاده اتان اجازه ارزندام دهید، دستگیرتان می شود که همزمان با نوکری پدرتان در محضر جناب امرواز درس ها مشق کرده و چیزهایی آموخته ام. کار با حرف پیش نمی رود، عمل نشان بده.
پدر مرحومتان معاویه جنت مکان عالم به امور غیب نیز بودند. ایشان احوالات و پیش آمده این ایام را پیش بینی کرده بودند و البته برایش چاره و راهکار هم داشتند. ایشان به بنده حقیر ابلاغ کرده بودند در چنین مواقعی اگر پیش آمدی ناخوشایند برای فرزند اصلح و دلبندشان پیش آمد، برگردنم باشد که توصیه ایشان را خدمتتان عرض نمایم. پدر ما عالم به غیب بود. معاویه اگر آینده بین بود پالان حکومتش را به گرده ما نمی انداخت. نعوذم بالله سرورم، کفر نگویید. ایشان احوالات و پیش آمده این ایام را پیش بینی کرده بودند و از قبل هم چاره اش اندیشیده بودند. خب چاره اندیشیده اش کجاست؟ نزد من قربانت شوم. دجام بکن، زبانت فقط در دهان برای اراجیف و خزعبلات می جنبد؟ عرض می کنم جان بکن، عرض نکن، جان بکن تا جانت را نگرفتم. پدر مرحومتان معاویه سرداری بی‌رحم‌تر از گرگ‌های بیابان داشت. البته سیاستدان و بادرایت. در چنین مواقعی از بیم برق شمشیر او بود که فتنه‌گران را لال می کرد و بر سر جایشان می نشاند. چه کسی؟ کدام سردار؟ الان کجاست؟ رحمت خدا رفته است. زبانت بریده باد ملعون، ما را به سخره گرفته ای؟ بدهم زبان از کامت بیرون بکشن نسناست دهن دریده. مجال دهید یا امیر، عرض چاکر که هنوز تمام نشده است. همان گونه که از پدرتان معاویه فرزندی اصلح و کار بلدی چون شما برای امت اسلام به جای مانده است، از آن سردار دلیر هم فرزندی ارزشمند به جای مانده است که اکنون حاکم بصره است. از قضا قائله جفتک پراکنی خوارج را به شایستگی تمامتر فیصله داده است. پسر زیاد؟ احسن به پوش و ذکاوتت. عبیدالله پسر زیاد. نعمان را از خلافت برکنار کنید و پسر زیاد را جایگزینش کنید. آنگاه تمام کوفه را همانندی مومی نرم در مشتتان خواهید داشت. را که به سر شور و به دل کیفیتی نیست، گر هست هزارش هنر انسانیتی نیست. آن لب که تر از باده نشد هیزم خشک است، آتش بزنیدش که در او خاصیتی نیست. دل جمله مسخر شده ی عشق شده، ی عقل زین ملک برون رو که در آن تمشیتی نیست. جز عشق میاموز به اطفال طریقت، بس تجربه کردم به از این تربیتی نیست. مشکن قدح اهل دلی شیخ ریایی، در مذهب ما
بدتر از این معصیتی نیست. فرخنده عروس است نگو گفته عمان، که از زیور همسایه بدو عاریتی نیست. آنجا که میگویم هیچ کس کاری نمی کند و هیچ زحمتی وجود ندارد. من هم در خانه من کار نمی کنم. خواهر و برادران بزرگترم وظیفه کار کردن دارن. آنجا طعامهایی وجود دارد، بسیار خوشمزه، غذاهایی که با گوشت درست کردند. خوب است. در خانه ما غیر از نان و نمک خرما هیچ طعام دیگری وجود ندارد. من دلم برای پدر و مادرمان تنگ می شود. آنجا پر از اسباب بازی و سرگرمی است. عروسکم هست. تا دلت بخواهد رنگ و وارنگ. من خیلی عروسک دوست دارم. مادرم می گوید توان خرید عروسک های شامی را ندارد. من به تو قول می دهم آنجا زیباترین عروسک ها نصیب تو شود. خب بیشتر برای من بگو. آنجا هیچ کودکی تنبیه نمی شود. برعکس، کودکان به بزرگسالان امر و نهی می کنند. آری؟ آنجا چگونه می توانیم برویم؟ چند فرسنگ که از دروازه شرقی شهر دور شدی، میان دو تپه یک چاه بزرگ و عمیق است. انتهای چاه دروازه ورودی این شهر است. یعنی من خود را درون چاه بندازم؟ آره درست است. خب اگر در آن چاه بیفتیم و تو هم تو رو گفته باشی، دیگر راه برگشتی نداریم. باید درون چاه تاریک بمانیم و در تنهایی انتظار مردن بکشیم. درست است. خب برویم. کجا؟ برویم، گفتم که دیوانه است. برویم پی بازی خودمان، مردک دیوانه. خوب عجب، دیدن آن شهر فرنگی که گفتی لطفی دارد. من برای دیدنش لحظه شماری میکنم. اینان که کودکان خردسال بودن فهمیدن گوش کردن به وعده های توخالی عاقبتش ته چاه سیاه است. تو هنوز نفهمیدی؟ دریافتم. تسلیم تسلیم عقیل و لغلای شیطان. شهر دلیل این همه عجله برای عیادت از هانی ابن عروه را نمی فهمم. ناسلامتی شما به دستور یزید حاکم تازه کوفه هستید. مردم برای دستبوسی شما باید به محضرتان برسند، نه اینکه شما به عیادتشان بروید. از کی میخوایی یاد بگیری درس سیاست را بیعقل؟ هانی بزرگ قوم مزهج است. مزهجیان عقلشان به چشمشان است. وقتی ببینن امیر جدید برای عیادت به پیش بزرگشان رفته، خود به خود حب ما به دلشان می نشیند و ناخودآگاه مرید ما می شوند. برویم. عجب مکار است. حکایتی است حکایت مردمان. صد حیف که شمشیر کشیدن بر مهمان حرام است. در مرام ما آل بنی هاشم نیست که ناغافل بر روی کسی تیغ بکشیم. و دو صد حیف که پسر عمویم حسین مرا از ریختن خون ناپاک شما ناکسان منع کرده، وگرنه در همین لحظه زمین را از لوس وجودت پاک می کردم. پسر مرجانه، ای آفت جان مسلمین و مؤمنین واقعی، هرچند که محدور الدم بودن تو و آن پدر بدنام و بدکارت بر چشمان حقیقت جوی کسی پوشیده نیست.
ولی چه کنم که بخت با تو یار است و حریفت آل شریف بنی هاشمند، که حتی به دشمنان قسم خوردهشان هم رحم می کند و به جای حیله و نیرنگ رو در روی و مردان جنگیدن را مقدم می داند. پناه می برم به خدای رحمان و رحیم، اوست که مرا یاری داده تا در رکاب مولایم حسین ابن علی باشم. از چه باکم از کفتارهایی مثل تو باشد که یار و یاورم اوست و برای لحظه دیدارش ثانیه شماری می کنم. یا جولانگاه جاسوسان خلیفه؟ ترس. چه؟ ترس، جولانگاه ترس. آل هاشم و ترس؟ آل زیاد و ترس، آل ابو سفیان و ترس. آن کس که میترسد هزار چشم آریه میگیرد تا مراقب سایه خیش باشم. خوب و منطقی گفتی. چه کسی میگوید که تو هیچ نمیدانی؟ همه کس و هیچ کس. رفیق، آخر این ترس چه میشود؟ مرگ. مرگ. ترس که شروع شود نوید مرگ را به همراه خود میآورد. مرگ چه کسانی؟ آنهایی که مورد زن و غضب ترسوها قرار میگیرند. نه، مرگ آنان که ترس را برمغان میآورند، آنان که شمشیر و سلاحشان نیرنگ و ترس و ترسافکنی است. بگو مسلم را در کجای خانه مخفی کرده ای؟ انکار نکن که معقل در خانه خودت با مسلم ملاقات داشت. او را که یادت می آید؟ قیافه کریه و نحسش را خوب می شناسم. با لباسی ژنده و پوسیده، با نیرنگ و تزویر، به بهانه بیعت با مسلم پای در خانه من گذاشت. خوب این قیافه شوم را به خاطر دارم. پس نفع تو در انکار نکردن و اقرار به گناهانت می باشد. تو جای مسلم را به ما نشان بده تا ما هم از عفو و بزرگواری ما نصیبت کنیم و از سر تقصیراتت بگذریم. اگر مسلم در خانه من بود که شغالهای قلاده پاره کردند، وقتی آنجا را زیر رو می کردند او را می آفتند. پس زبان باز کن بگو در کدام سوراخ موش قایم شده؟ در سوراخ خزیدن که کار تو مار قاشیه و بزدل است، نه اولاد اصحاب پیمبر. خفه شو پیر سک! ابن زیاد، سیاهی جماعتی که شمشیرکشان به سوی کاخ هجوم بیاورند تمامی ندارد. اگر دیر بجنبیم این کاخ را قبرستانمان میکنند. تو رو خدا چاره ای بیاندیشید قربان. حالا سوراخ موش بخر و در آن بخز ای پسر مرجانه. مرا از وقوق چند طول سگ میترسانی؟ قاضی شورای را خبر کنید ابن سعد، شم و تمام بزرگان قبایل را مطلع سازید بیایند. علاوه هرچی طلا و سکه در کاخ است بیاورید. به شهر بروید و مردم را لشکر 12,000 نفری شام که عازم کوفه هست بیم دهید. سردسته هایشان را با طلا و وعده جاه و مقام به سمت خود بکشید. کوفیان از هرچی بگذرن از طلا و سکه نمیگذرن. آنها مسق پولن و ولا غیر.
ادیان، اهالی تمیم، مردم همدان، دینداران کوفی که به واسطه من با پسر عمویم حسین ابن علی نوه پیامبرتان بیعت کرده اید، بدانید و آگاه باشید که ایشان مرا امین و برادر خودش معرفی کرده و فرمان برداری از من در این قیام را بر شما واجب خوانده. اکنون پسر مرجانه که وقاحت را به حد اعلا رسانده و در روز روشن به خانه بزرگ و امین قبیله مزهج یورش بردند و حرمت خانه و خانواده اش را شکستند، بر ما واجب است تا این اقدام بیشرمانه را با قدرت و اراده خود پاسخ داده و کاخ کافران را بر سرشان ویران کنیم. بعد از اقامه نماز مغرب به اتفاق هم به جلوی کاخ پسر مرجانه خواهیم رفت و هانی عزیزمان را از بند آن ملعون رها می‌کنیم. قربتن الله، الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الرحمن الرحیم. الله اکبر. الله اکبر. ابن موسجه، کوفیان فرقی با آن روزها نکردند. جماعتی که غیر از زبان و دهان هیچ نیستند و به موقع عمل کردن در صورت لزوم برای فرار از مسئولیت حتی دست و پای خودشان را هم قطع میکنند. افریم بر این شهر شهر. شرطه های ابن زیاد تمامی دروازه ها و کوچه های کوفه را غرق کردند. تنها راه خروج از کوفه فرار از راه شد است. فرار؟ من از قضای الهی به قدر الهی پناه میبرم. حبیب ابن مظاهر کنار شد انتظار شما را میکشد. من سربازها را به خود مشغول میکنم. تو را به جدت قسم، خود را به حبیب برسان و از این شهرشون خارج شوید. تا دیر نشده نزد پسرمویتان بروید و خیانت کوفیان را به ایشان گزارش کنید. التماسش کن، بگو به کوفه نه یا حسین. فرق عمویم علی ابن ابی طالب را در همین محراب شکافتند. پسر عمویم حق داشت که به التماس و نامه های کوفیان شک داشته باشد. گر سیر کعبه و دیر ور خانقاه کردم، غیر از تو کس ندیدم هر جا نگاه کردم. قصد و مرادم از سیر روی تو بود و لاغیر، گر سیر کعبه و دیر بر خانقاه کردم. دیدم که بود کوهی اندر برابر کاه، عفو تو را مطابق با هر گناه کردم. جز دعوی انالحق نشنیدم از زبانش، گوش دل از حقیقت بر هر گیاه کردم. اثبات گشت بر من از یک نفس به الله، تا نفی ما سوا را با لا اله کردم. گر شد نمد کلاهم مسکین مخوان که شاهم، در فقر پادشاهی با این کلاه کردم. بی خود نیافتم من بر آب زندگی دست، روشن ضمیر پیری هادی راه کردم. نی نی که هادیم بود خضر زمانه،
نه خود آب زندگی بود، من اشتباه کردم. در هر قضا که رو داد او را معین گرفتم، در هر بلا که آمد او را پناه کردم. عمان اگر کلاهم شاهانه شد عجب نیست، عمان اگر کلاهم شاهانه شد عجب نیست، دیریست تا گدایی خدمت بشاه. هیچ کس حواسش نبود که مسلم در کوفه غریب است. آن که در کوفه غریب نیست کیست؟ با دلی شکسته در هزار توی کوچه هایی که نمی شناخت، غریبانه سرگردان بود. سالها پیش عمویش علی در همین کوچه ها غریبانه قدم برمی‌داشت. خدا از روی زمین برد دارد پسر که خون به دل مادرت کردی. هر شب تا دم صبح پی شرابخواری و قماری. من با این چشمان کمسو باید منتظر تشریف فرمایی پیکر نحست باشم. خبر مرگت امشب که میبینی سگان ابن زیاد هر جنبنده ای را که در کوچه ها ببینن پارش میکنن، زودتر به خانه میامدی. بلال توی؟ نه بلال نیست. کاش بلال هم مثل این مرد سرو قامت سنگین و پر ابهت بود. سلام مادر. سلام بر تو. این موقع شب اینجا چه میخواهی؟ کاسه ای آب. اگر مرحمت کنی دعاگویت میشوم. صبر کن تا برایت بیاورم. خدایا شکرت. آب میخواستی که نوشیدی، پس چرا هنوز نشسته ای؟ با تو هم مرد، آبت را که نوشیدی برخیز و به خانه‌ات برو. مگر با تو سخن نمیگویم؟ من راضی نیستم مردی غریبه جلوی خانم بنشیند. برخیز و به خانت نزد عهد و عیالت برو. من در این شهر غریبم مادر. خانه و عهد و عیالی در کوفه ندارم. من در این شهر هیچ ندارم. کیستی تو که این گونه غریب در این شهر غریب کش گرفتاری؟ مسلم، پسر عقیل ابن ابو طالب، پسر عموی حسنین، سفیر و فرستاده مولایم حسین ابن علی. وای بر من، تو فرستاده نوه رسول خدایی و این گونه بی کس و تنها در این شهر مانده‌ای؟
بی کسی و تنهایی مرام این شهر است مادر. از دست عاملان ابن زیاد باید مخفی شدم. تمام یارانم یا پوشالی بودند یا در بند پسر مرجانه اسیر شدند. یک امشب را به من پناه می دهید؟ قدمت به روی چشم. فقط از پسرم می ترسم، ناخلف و شرابخوار و عیاش است، بی بند و باری می کند. انشاءالله خدا به راه راست هدایتش می کند، عاقبت به خیر می شود انشاءالله. اما شرط عقل است که احتیاط کنیم تا متوجه حضور شما در خانه نشود. می ترسم فریب شیطان را بخورد و به طمع سیم و زری که ابن زیاد برای دستگیری شما جایزه گذاشته برود و جای شما را لو بدهد. و الا جان خودم به فدای علی و اولاد و اصحابش. داخل بیا پسرم، داخل بیا و قدری استراحت کن. تو بلالی؟ ها؟ تو بلالی؟ چه بود؟ تو بودی؟ آری. چه گفتی؟ پرسیدم تو بلالی؟ به تو چه؟ گم شو از اینجا. از خدا بترس بلال. پدرت از خدا بترسد خرکره. گفتم گم شو از اینجا. خدا به ترس بلال. لا حول ولا قوة الا بالله. شرطه و سرباز بردی برای دستگیری یک نفر؟ خاک بر سرت کنن. پس چرا نیمی از آنها تلف شدن؟ قربان برای دستگیری دزد و رازن که نرفته بودی. دلاوران بنی هاشم هر کدام به تنهایی یک لشکر را حریفند. آخر سر هم که نتوانستیم شکستش دهیم، من قسمش دادم به قرآن که دست از جنگیدن ما بردارد و خود را تسلیم کند. او هم مشروط به امان نامه‌ای که من قولش را به او دادم پذیرفت و دست از جنگیدن و تارمار کردن ما بردارد که برداشت و قول داد که با پای خودش به محضر شما بیاید. قربان تو بی خود کرده ای؟ کیسه خلیفه امان نامه بخشیده ای؟ کیسه خلیفه خالی است؟
تمام آن را خرج خاموش کردن فتنه های همین مرد مف و فکر کسان کوفی صفت دادم. کیسه من خالی است، اما نامه هم نداری. داخل بیاوریدش. بس از هرچه تازندی. حماقت شما دشمنان آل الله تمامی ندارد. خوش خیال ساده لو، تازه هیزم آتش جهنمت را فراهم کردم. بدبختی و فلاکت تو تازه آغاز شده. از دیر و سر شکسته با دستان بسته جلوی ما ایستاده لغز میخواند. من به التماس و قسمهای سگ چاکرت و قسمهایی که به قرآن داد شمشیر بر زمین گذاشتم. دلم به حال کودکان و زنان سربازان نگونبختت سوخت که دست از کشتارشان برداشتم. تا مبادا کودکانشان یتیم و زنانشان بیوه شود. بلبل زبانی کافیست؟ بین شما کسی هست که از تیغ مسلم زخم خورده باشد؟ بله یا امیر، من بکیر ابن همران در جنگی که با مسلم ابن عقیل داشتم او مرا زخمی کرد. بکیر، این ملحد را به بالای برج کاخ ببر، سر از تنش جدا کن و از بالا به پایین پرتابش کن. بعد نوبت هانیست، بعد سر هر دویشان را به شام بفرستید برای امیرالمومنین یزید. به عمر سعد بگویید او تنها قریشی در جمع شماست. سه وصیت دارم، بر او واجب است که اجابتش کند. اول اینکه به پسر عمویم سرور و سالارم نامه بفرستد و بگوید که کوفیان همان پیمان شکنان سابقند. دوم، بعد مرگم پیکر مرا به خاک بسپارد. و سوم، مبلغ 700 دینار در کوفه بدهکارم. شمشیر و زره و خود مرا بفروشد و بدهی مرا بپردازد. کوفیان عهد شکن و غریب کش باز حقارت خود را به رخ کشیدند. تمام شد؟ نه، تمام نشده. این آغاز فصل غریبی است. مسلم و هانی تشنه لب گردن زده شدند و پیکرشان از بالای دارالعماره به پایین پرتاب شد. سرهایشان برای یزید به شام فرستاده شد و پیکرهای مبارکشان را به اسب بستند و در کوچه های شهر آنقدر گرداندند تا مسلم مسلم شد. آن 1000 دیناری که برای لو دادن مسلم از ابن زیاد گرفتم مثل قطره‌ای در برابر دریای پاداشی است که یزید برای کشتن حسین به پایم می‌ریزد. خمره خمره شراب کهنه، صحبتکان شامی، کنیزان بسیار برای خودم خواهم گرفت و شهد شیرین زندگی را تازه مزه مزه خواهم کرد. هزاران لعنت و نفرین به آن روز شوم که تو را زاییدم. کاش هلاک می شدم و پای تو را به این دنیا باز نمی کردم. برون نمی کنم از سر هوای صحبت دوست. در این هوا اگر از تن
برون کنندم پوست. بنه به چشم من ای سرو دلنشین پایی، که دلنشینی سرو از ستادن لب جوست. مبین به چشم کمی مدعی به طره یار، کمند جان من استین اگر به چشم تو نوست. مبال این همه زاهد به ورد یاره بخیش، نظر نما که ذکر قلندران یاهوست. به تیغ ناز کشد کاش یار عمان را، که زندگی ابد یافت هر که کشته اوست. بابا